خود من الان خواهش میکنیم به ما این تمرکز رو بدن و نمونه این تکنیک هم همه چی رو که سعی میکنیم درستش کنیم، کاملش کنیم، بهترش کنیم. خداوند تو هدایت کن و امروز هم که کلام تو هم که گفته میشه واقعا با قلب ما بشینه و همینطور هم ثمره بیاره. چیزی که الان شده این سرودهایی که متوجه شده باشین مطلب این سرودها چی بود؟ قدوسیا اونم توش بود؟ عجیب و عجیب خبری با عجیب بودیم. فقط کلن تقریبا در تمام سرود این بود که پادشاهی بیاد، اراده انجام بشه و عیسی مسیح عنوان پادشاه بلند کرد. درسته؟ یعنی موضوع 2018 که کسانی که توی جشن سیلوستر اونجا بودن یه قسمتی ما صحبت کردیم که تمای 2018 اینه که ارادت انجام شد ملکوت تو بیاد. اون دعای ربانی بود که عیسی مسیح اینجا شاگردان خودش به ما یاد داد که میگه که پدر آسمان نام کنیم که من در سال 2017 500 سال اون سال مارتین لوتر بود که فیض خدا رو برابر ما خداوند به وسیله اون نجات فیض رو برای ما مکاشفه کرده. همینطور هم نگاه میکنیم به 50 سال که نشانه یوبیله که در این قسمت نسرین اینجا موعظه کرده یا تعلیم داده به جلسه خواهر رو به هفته دو هفته پیش بود در مورد هفته پیش بود که در مورد یوبیل صحبت کرده که متوجه بشیم که در این سالی هست که خدا میخواد قوم خودش رو آزاد کنه، نه فقط آزاد کنه ما آزاد بشیم، بلکه آزاد کنه برای یک هدفی. و همینطور هم زمانی که نگاه میکنیم 777 نشانی پادشاهی خداست، 555 یعنی زمانی که فیض خدا به کامل به کمال رسیده است، یعنی الان در یک زمانی زندگی میکنیم که خدا میخواد کارهای عظیمی انجام بده در سال 2018. یعنی ما باید کلیسایی باید آگاه باشه. همینطور هم حوادث سیاسی هم که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی اتفاقاتی که الان توی این دو سال سه سالی که افتاده که همون رئیس جمهور کره شمالی که چه حرفهایی میزنه، یک مردی هست که میتونستن کلن دنیا رو از بین ببره. و همینطور هم نگاه میکنیم به ترامپ که چطور چه تصمیمایی گرفته و چه تصمیمایی یهو از یک روز به یک روز میگیره که واقعا معمولا ما میبینیم که یک شخص واقعا میتونه یک جنگ بمب اتم به وجود بیاره، اصلا دنیا رو اصلا خراب کنه. این اتفاقات مثلا 40 سال پیش 20 سال پیش میتونم بگم دنیا هنوز در یک آرامی بود، الان در یک زمان خیلی حساسی ما زندگی میکنیم. هر روز میتونه اتفاقاتی بیفته. زمانی که نگاه میکنیم که به اردوغان هم همینطور در یه قسمتی اون چطور ایستاده، مثل میگه که خودش هم میگه من خلیفه این زمان هستم، یعنی من نماینده خدا در این دنیا هستم و رهبر کل جدید اسلامی و اینو اعلام کرده. و اینم خودش هم الان میبینیم که از طریق تاریخ و از طریق اتفاقاتی که میفته میبینیم که خودش رو اینو اعلام کرده. و همینطورم این صدا هم فکر میکنم یکم هر حال نه فقط اعلام کنه بلکه تسلط پیدا کنه روی کشورها. ما متوجه میشیم یه قسمت هایی که شما هم هستین که الان در سال 2015 چطور خدا درها رو باز کرده به وسیله برحال آلمان که اومدین اینجا، تعداد زیادی هستن که ایمان آوردن به عیسی مسیح. زمانی هست که خداوند درهای مسلمان رو درهای قلبهای مسلمان رو باز میکنه، چون خداوند الان میخواد همه رو ببره توی ملکوت خودش، پادشاهی خودش. و یه قسمتی شما هم هستین و اینم یک فیضی هست که خداوند بخشیده. الان هم متوجه میشیم شورش ها یا تظاهراتی که توی ایران اتفاق میفته، اینم یه قسمت هایی هست میبینیم که مثل اینکه یک چیزی هست که شروع میکنه در این دنیا یه قسمت های مختلف شروع میکنه به جوشیدن. خدا کار خودش انجام میده، پادشاهی خدا نزدیک شده است. به این خاطر خدا باید برای کارهای انجام میده، ما هم یه قسمتی از این کار خدا هستیم. همینطور هم از طریق
انتظار از طریق اقتصادی نگاه میکنیم میگیم نمیدونم چقدر الان متوجه شده یه ارز جدید جهانی الان به وجود آمده. نمیدونم شنیدین در مورد بیت کوین، معرفی کارت تراشه، یک ارز دیجیتاله که دیگه یواش یواش کار شیطان اینه که تمام پولا رو برداره و همه چیز رو دیجیتال انجام بده و توی کشورهای مختلف هم هستن که الان این چیپ هایی هست که افراد توی دست خودشون همینطور شونه های خودشون میذارن که میتونن با اون خرید و فروش کنن. این نشانه هایی هست که ما الان در یک زمان آخر ما زندگی میکنیم. به این خاطر از همه نگاه میکنیم، از این حوادث سیاسی نگاه میکنیم و همینطور هم معنوی رو نگاه میکنیم که الان خدا در حال دستش تکون دادنه و ما هم الان عنوان قوم خدا چی باشه باشه خوشیاری باید زندگی کنیم. این خاطر مطمئن هستم خدا این تیما رو گذاشته برای 2018 که متوجه بشیم که الان موضوع اینه که عیسی مسیح شیپورش رو گذاشته فرشته ها توی دهنشون مشروع کنن به چیزی که نواختن و آماده کردن قوم خدا برای آمدن. و منم الان و همینطورم شما باید آگاه باشیم در کدوم زمانی ما زندگی میکنیم. آمین. زمان خیلی حساسه و میتونم بگم ما میتونیم حتی افتخار کنیم یک زمانی هست که ما میتونیم واقعا همکار روح القدس باشیم که ملکوت عیسی مسیح، پادشاهی عیسی مسیح بیاد. برحال قبل از آمدن اول چیز کلیسای واقعی رو بوده خواهد شد، بعد از این با عیسی مسیح خواهیم آمد. فقط هدف نباید باشه که خدا اول منو آماده کن برای رو بودگی. اینی فقط یه قسمتش، همونطور که توی دعای ربانی ما گفتیم و خدا عیسی مسیح به ما یاد داده، هدف خدا پادشاهی خودش که بیاد و ما الان و تک تکش ما که اینجا هستیم یه قسمتی اینجا داریم. به این خاطر زمانی که من برای خودم فکر میکنم فقط خودخواهی میگم خدا من کی میشه که من روبوده بشم، این چیزی بعدی نیست. ما خودمون رو آماده بکنیم. فقط مهمتر اینه که خدا من طوری زندگی میکنم که از زندگی من، از رفتار من، از ایستادگی من، از همین سرودهایی که خوندیم که مهیا کنین راه رو برای خدای ما، با این دید زمانی که شروع میکنی به فکر پادشاهی خدا باشی، مطمئن باش اون موقع هم تو هم خودت هم روبوده خواهی شد. و هر چقدر ما دنبال خودخواهی خودمون هستیم، فقط دنبال زندگی خودمون هستیم، اون موقع عیسی مسیح میگه که خواهد آمد و ما متوجه نخواهیم شد. کلیسای واقعی روبوده خواهد شد و ما اونجا یهو چشمان باز میشن با یک شوکه. چرا خدا من خودتو میگه چرا من خودم رو آماده نکردم، چرا این موعظه رو گوش نکردم که نه فقط موعظه منه بلکه اصلا تمام دنیا موعظه های انجام میشه. در دوم تواریخ باب 5 یا اول پادشاهان باب 8 اونجا در یه قسمتی ما صحبت کردیم که ما باید تو عهد عتیق هم نگاه کنیم. عهد عتیق یک کتابی هست که داستانهایی که نوشته شده، فقط ما زمانی که با دقت نگاه کنیم که ببینیم که برای زمان آخر و زندگی روحانی ما چه پیامی هست که از میتونیم از عهد عتیق یاد بگیریم. و اینجاست که نگاه میکنیم میبینیم که اورشلیم به هر حال شهر خداست و زمانی که در مورد عهد تابوت صحبت میکنیم حضور خداست و چطور حضور خدا یعنی عهد تابوت از اورشلیم اونجا به هر حال برداشته شده، یعنی حضور خدا در اورشلیم نبود. و اورشلیم همینطور میتونیم نگاه کنیم که کلیسای خداونده. اورشلیم زمان شهر خداست، یعنی جایی که خدا اونجا ساکنه. و اینجا میبینیم عهد تابوت یعنی کلیسا شهر بود، فقط حضور خدا نبود. ما میتونیم یک کلیسایی داشته باشیم و حضور خدا، حضور فعال خدا که کار میکنه اونجا نباشه. و
کلیسا یک مکانی هم هست که خدا میخواد از طرف کلیسای خودش، زندگی ما، رفتارهای ما، ایستادگی ما، دنیا رو، این نجات خودش رو، نور خودش رو منتقل کنه. همینطور که نگاه میکنیم در پنتیکاست چه اتفاقی افتاد؟ پنتیکاست زمانی که شاگردان 120 نفر اونجا توی بالاخونه اینجا ایستاده بودن یا نشسته بودن و شروع میکردن به دعا کردن. همین چرا عیسی مسیح خودش گفته که منتظر من میرم، فقط شما اینجا منتظر روح القدس باشین، زمانی که روح خدا آمد قدرت خواهید گرفت و شاهدان من خواهید شد. و کاری که الان شاگردانش انجام دادن، رفتن و واقعا اطاعت کردن، جمع شدن، اصلا نمیدونستن در مورد روح القدس چیه، روح القدس چطور خواهد آمد، چه اتفاقی خواهد افتاد، فقط خیلی نرمال اطاعت کردن، هیچ چیزی هم به خصوصی هم نداشتن، وعده های بزرگی هم نداشتن، فقط خدا گفته برید اونجا، قدرت روح القدس خواهد آمد. و اونجا جمع شده بودن و همینطور هم که دعا میکردن، یهو بعد از 10 روز روح القدس آمد، با آتش آمد، یهو این 120 نفری که توی این همون اتاق این جمع شده بودن، یک چیزی هست که انجیل منفجر شد و یهو تمام اورشلیم متوجه شده یه اتفاقی افتاده به وسیله این 120 نفر. میدونستن برای با انجیل خداوند آشنا می شدن. از اون موقع برای کلیسا هم به دنیا آمد و کلیسا هم تشکیل شد، یعنی اینطوری بگم. و حالا توی عهد عتیق اینجا نگاه می کنیم، می بینیم که عهد تابوت بود یا تابوت عهد بود که از اورشلیم بیرون رفته بود به خاطر گناه خود اسرائیل. و بعد از این چی؟ جاش در دوم تواریخ باب 5 یا اول پادشاه باب 8. فقط این قسمت هایی که میخونم از دوم تواریخ اول پادشاه. الان اینم الان میندازیم روی پرده که شما بتونیم بخونیم. و برحال سلیمان بود که معبد خدا رو درست کرده بود و الان زمانی که معبد رو درست کردن، الان میخوان تابوت خداوند رو وارد کنن. چون ساختمون زیباترین ساختمون هم داشته باشین، اگه حضور خدا شما الان نگاه میکنیم، ببینید توی کلیسای کاتولیک و همینطور هم کلیسای ایوانگلیش لوتریش، ما هم اینجا هم در اینجا هم هستیم، کلیسای خیلی میتونم بگم که خیلی عالی ساخته شده، خیلی خوب ساختمونی هست، معبدی هست اینجا. فقط آیا واقعا عهد تابوت اینجاست یا نه؟ یعنی حضور خدا اینجاست یا نه؟ مهم اینه. زمانی که حضور خدا باشه، پس کارهای انجام میشه، اتفاقاتی. الان امروز هم نمیدونم شما چقدر لذت بردید در این پرستش. من واقعا اینجا لذت میبردم، چه افتخاری هست که من میتونم پادشاه رب العرباب رو پرستش کنم. اصلا کلن این اصلا یک تقریبا میتونم بگم احتیاج به موعظه نیست. اینجا یه چیزی هست که احساس میکردم واقعا جلال خدا قرار میگیره، خدا شروع میکنه به کارهای انجام دادن. این خاطر این توی تصویری یهو متوجه شدم که خیلی چیزایی که ما رو وابسته کرده و زمانی که ما این حضور خداست و زمانی که میگیم خدا من واقعا هست، همه چی خودم رو تسلیم میکنم و همینطورم میگذارم و میخوام خودت بیای با جلال خودت ما رو بپوشونی، بعضی وقت احتیاج به موعظه نداریم، تعلیم نداریم، خدا میاد، خدا آزاد میکنه وابستگی ها رو یا زندان هایی که خودمون قرار گرفتیم، قفس هایی که خودمون با خودخواهی خودمون قرار گرفتیم، خدا آزاد میکنه. و این باعث میشه که به هر حال تاثیر روی زندگی شخصی تو بذاره و دنیا هم اینا خواهد دید. و اینجا میبینیم که لاویان و کاهنان بودن که الان این تابوت عهد رو وارد میکردن به این هیکل. و اینجا در خیلی عالی هم اینجا نوشته بزرگ، هنگامی که همه رهبران جمعی مشایخ اسرائیل آمدند، لاویان تابوت را برداشتند و تابوت و جمعی خیمه اجتماع و همه آلت مقدس را که در خیمه بود برآوردند و لاویان و کاهنان آنها را برداشتند و سلیمان پادشاه و تمامی جماعت اسرائیل که نزد وی جمع شده بودند
پیش تابوت ایستادن و آنقدر گوسفند و گاو همه، یعنی میگه تعداد زیادی بود که آورده بودن که قربانی کردن که به شماره حساب نمی آمد. یعنی زمانی که قوم اسرائیل جمع شد، چون زمانی که میخوایم حضور خدا رو وارد کنیم بدون قربانی وجود نداره، بدون اینکه خودت رو بسپاری به خداوند هیچ کاری نمیتونی، هیچ حضور خدا نخواهد آمد. فقط خدا رو شکر اون موقع الان گاو و گوسفند بود و تعداد زیادی آوردن به حضور خداوند. اینجا ما فقط یک قربانی احتیاج داریم و این قربانی، قربانی عیسی مسیحه. این قربانی هست که ما به حضور خداوند میاریم. از ما باید بیشتر هم یاد بگیریم، مخصوصا که ما میایم و میگیم خداوند میخوام حضور خدا رو درک کنم، میخوام حضور تو بیا در زندگی من و همینطورم در زندگی من در این کلیسا، بدون قربانی، بدون اینکه خودت رو بسپاری به خداوند و همینطور قربانی او که عیسی مسیحه که قبول نکنی، متحد نشی، اتفاق نخواهد افتاد. خدا خون رو نگاه میکنه، طبق این خون حضورش میاد. آمین. اگه واقعا میخوای 2018 واقعا زندگی تو در موفقیت، موفقیت روحانی مخصوصا در همه قسمت ها واقعا برکت یافته باشی، بدون قربانی کردن و خودت رو سپردن اتفاقی نخواهد افتاد. ما بعضی وقت همینطور ما دعا میکنیم، میگیم خداوند حضور خودت بیا و خدا دعای ما رو میشنوه. دائما هر دعایی که خداوند میشنوه کجا میبره ما رو؟ نه، تو قربانگاه پیش روی صلیبش میگه که اینجا، اینجا صلیب منه. صلیب جایی هست که عیسی مسیح میگه که با یک قربانی خداوند ما رو، مقدسان رو کامل کرده. هر موقع که ما برکت رو میخوایم، هر چیزی که میخوایم دریافت کنیم، خودمون رو باید بسپاریم به خداوند. خودمون رو باید با این قربانی که عیسی مسیح روی صلیب کرده، با اون قربانی ما رو یک کنیم. این مرسی خداوند، هر چیزی که من دارم، هر چیزی که دریافت کردم، حتی تمام برکت ها و هر چیزی که من به دست آوردم خداوند، واقعا میخوام با تو در روی صلیب متحد بشم. هیچ چیزی نیست که من میتونم از خودم داشته باشم، همه چیز من تو هستی. تو قدوسیت من هستی، تو آزادی من هستی، تو نجات من هستی، تو عدالت من هستی. اینه که خودت رو میسپاری. فقط ما بعضی وقت هم یک تو صحبت میکنیم و میگیم قسمت به قسمت به حضور خداوند میدیم. ما همه چیز رو هنوز نمیتونیم بدیم، قسمت به قسمت که خداوند هدایت میکنه و اونجا به وسیله روح القدس هم اینطورم کمک میکنه که به اون متحد شدن با او برسیم. بعد از اینم که نگاه میکنیم که در آیه 15 میبینیم زمانی که این قربانی ها رو آوردن، بعد از این میبینیم آیه 13 میگه که پس واقع شد که چون شیپورچی ها و سرایندگان مثل یک نفر به یک آواز در حمد و تسبیح خداوند رو صدا آمدند و چون با کرنها و سنجها و حال نوشته، نه همه چی شما میتونین بخونین اینجا، اگه اشتباه میکنم میتونین اینجا بخونین، یا و با تمام آلات موسیقی به آواز بلند خواندند و خداوند رو ستایش و حمد میگفتند. او نیکوس زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. آنگاه خانه، یعنی خانه خداوند، از ابر پر شد و کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند، زیرا که جلال و شکوه یهوه خانه خود را پر کرده بود. زیرا که جلال و شکوه یهوه خانه خدا را پر کرده بود. پس این روش خیلی آسونی است که اینجا نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که وارد میخوان این عهد تابوت، یعنی حضور خداوند رو وارد اورشلیم بکنن یا وارد این معبد بکنن،
اول قربانی بود، خود سپردگی بود، بعد از این پرسته شک گذاره. و اینجا میگه که با یک صدا آمدن و شروع کردن رو پر شک گذاری کردن. اینجا زمانی که ما قسمت های قدم های اول رو برمیداریم، بعد از این میبینیم که اتوماتیک بدون اینکه ما کاری انجام بدیم روح خدا میاد، ابر خدا میاد و جلال خدا اونقدر پر میشه که میگه حتی کاهنان که خدمتی باید انجام میدادن، این خدمتی بود که باید این گاف ها رو، این تمام چیزها رو میسوزوندن، یا دیگه نمیتونستن خدمت کنن. حضور خدا آمده، جلال خدا رو آمده بود. پس یک شرطی هست عزیزان، و این شرط اول پس قربانی زندگی خودمونه، سرسپردگی زندگی خودمونه، نه با زبان، چون با زبان ما این کار را انجام میدیم. زمانی که فقط به صلیب مسیح نگاه میکنم و اونجا میگم خدا من این قربانی برای من کافیه و من با قربانی تو متحد میشم، هر چیزی که من دارم خدا من با تو در مرگ یک میکنم، دیگه من زندگی میکنم بلکه تو زندگی میکنی، و اینو اعلام میکنم و اینو باور میکنم. و اونجاست که میگم که خدا من تو اونجا، هفته گذشته بود توی جلسه برادرام قسمت رو گفتم که به بدترین ناعدالتی که در این دنیا به وجود آمده بود کاری بود که عیسی مسیح یا برای روی عیسی مسیح انجام شد. یک کسی که واقعا عادل، مقدس، پاک، بی عیب بود مصلوب بشه به جای ما. بزرگترین ناعدالتی روی صلیب انجام شد که به وسیله این ناعدالتی من که باور میکنم به اون قربانی او، من عادل شمرده بشم. این قربانی شدن یعنی از حق خودتون بگذارین، از حق خودمون بگذاریم، بگیم خداوند واقعا تو اونجا حق داشتی، تنها کسی که حق داشتی روی صلیب اونجا لعنت کنه، تنها کسی که حق داشتی اونجا شکایت کنه، تنها کسی که این حق رو داشته حتی ما رو لعنت کنه، همه چی رو گذاشتی کنار، از حق خودت گذاشتی کنار، و این به خاطر اینکه به وسیله این کار تو من عادل شمرده بشم. الان من زمانی که عادل شمرده شدم، پس میتونم چقدر زیادتر که من هنوز اشتباهات زیادی میکنم، میتونم بگم خداوند پس تو که خدا هستی، از حق خودت گذاشتی، تو که میدونستی در اونجا حتی شکایت کنی، حق خودتو بگیری، و مطمئن اصلا پدرم بهشان میداد، فقط نامده بود اراده خودشو انجام بده بلکه اراده پدر رو انجام بده. پس چقدر من به این قسمت باید متحد بشم، بگم خداوند از حق خودم، این قربانی زنده هست. میدونی بعضی وقت ما شاید اشتباه فکر میکنیم، ما فکر میکنیم میخوام درست متوجه بشیم، مثل اینکه الان توی وابستگی، یه وابستگی داری و میگی که خدا من این وابستگی رو قربانی میکنم برای تو، دیگه این کار رو نمیکنم. معمولا ما اینطوری میکنیم، نه، خدا من دیگه از این به بعد مثلا قربانی میکنم برای تو. عزیزی دلم، این قربانی نیست. مثل اینکه درد میکشی از یه چیزی که وابسته هستی، آزاد بشی، نه آزاد بشی، رها کنی. مثل اینکه خودت میخوای بمیری برای این مطلبی که میخوای آزاد بشی. میخوام درست متوجه بشیم یه چیز حساسیه. عیسی مسیح در رومیان باب 12 آیه 1 و 2 اینجا میگه که بدنهای خودت رو مثل قربانیهای زنده، نه مرده، بدنهای خودت رو مثل قربانی زنده تقدیم به خداوند بکنی. درست یا نه؟ نگفته خودت رو بکش فریده، که تو بکشی دیگه زنده نیستی.
فقط زمانی که خودمون رو تسلیم خدا میکنیم و میگیم عیسی مسیح، این قربانی که دادی و این قربانی تو، من متحد میشم با تو، میمیرم با تو. مردن یعنی از تمام خصوصیت هایی که هست، تمام چیزهایی که در ما وجود داره، تمام چیزهایی که از زندگی انسانیت کنه در ما وجود داره، من اونجا یک میشم، حق خودم رو، هر چیزی که دارم، تسلیم کامل میشم. این میشه قربانی زنده. تو نباید بمیری، من نباید بمیرم، و با موت اوی میمیرم. و زمانی که در موت او میمیرم و از تمام قسمت هایی که میخوام آزاد بشم، اتوماتیک دیگه آزاد میشم. ما بعضی وقت برعکسش میکنیم. آلمانی میگن که ما اسبی که باید این درشکه رو، درشکه میگن نه؟ درشکه رو ببره، ما معمولا درشکه رو اول میذاریم، بعد از این اسب رو آخر. اگه میخوایم آزاد بشیم، اگه واقعا میخوایم حضور خدا بیاد در زندگی ما، زندگی شخصی ما، در این قسمت باید یاد بگیریم. و امسال هم یک سالی هست که باید مطمئن هستم، مطمئن هستم یعنی شکی ندارم، باید یاد بگیریم با مسیح مصلوب بشیم به وسیله ایمان، که خداوند تسلیم تو هستم، یعنی تو به جای من حرف میزنی در هر موقعیتی که من قرار گرفتم، تو تصمیم میگیری، تو همه فشارهایی که من هستم تو هدایتم میکنی، تو همه طوفانهایی که تو منو هدایت کردی که به من درس یاد میدی، اونجا تسلیم میشم، از حق خودم میگذارم، میخوام اراده تو انجام بشه. و این در این قسمتی که دردم، اینم دردم هست، در این قسمتی هست که خدا اول تو رو آزاد میکنه از خودت و آماده میکنه برای حضور خودش. و در این سختی هاست که زمانی که ما همینطور درد رو میکشیم، دهنمون میبندیم، قدم رو برمیداریم، شروع میکنیم به پرستش کردن، همینطور که گفتن که شروع کردن به پرستش کردن، شکرگزاری کردن و همینطور با دستگاه موزیک، و اون موقع جلال خدا آمد و تمام نشد. عزیزان، حضور خدا آمد. سلیمان اونجا چیز نکرد، گفته که زود الان قطع میکنیم، الان خدا رو شکر، حضور خدا آمده کافیه. بلکه بعد از این میبینیم که در باب 7 آیه 1-3 اینجا میبینیم که قبل از اینکه این حضور خدا آمد، جلال خدا آمد و کاهنان هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن، بعد از این سلیمان شروع کرد به چی کار کردن؟ شروع کرد به شفاعت کردن. نمیدونم شما این قسمت رو بریم بخونیم. و اینجا سلیمان یک مذبح برای خودش درست کرده بود تقریبا با همون اندازه ها، و خودش رو گذاشته بود روی این مذبح. نمیدونم خوندین یا نه، معمولا احتیاج نبود مذبح درست کنن، چون یک مذبحی که هستن که قربانی ها رو اینجا میذارن. خودش از چوبی دوباره یک مذبحی درست کرده بود و خودش هم رفته اونجا و زانو زده. یعنی نشانه اینه که سلیمان میگه که من این قربانی هستم، و زانو زد و شروع کرد به شفاعت کردن، دعا کردن. از این حال، از این روش که خداوند زمانی که من قربانی شدم، زمانی که خودم رو با تو و مرگ تو به عیسی مسیح متحد میکنم، در این حال الان روحانی میگم، و زانو میزنم و شروع میکنم به دعا کردم و شفاعت کردم، برای قوم خودش شروع کرد. و خداوند اگه ما گناه بکنیم، اگه این کارو بکنیم، خداوند از آسمون بشنو، زمانی که دعا میکنیم بیا و گناه های این قوم رو شفاعت ببخش. و همینطورم هم قسمت به قسمت شروع کرد به شفاعت کردن و دعا کردن برای قوم خودش. و زمانی که این دعا رو تمام کرد، حالا میبینیم که در باب 7 آیه 1-3 و چون سلیمان از دعا کردن فارغ شد، آتش از آسمون فرو آمد،
قربانی ها قربانی های سوختنی و چی؟ زبایق و سوزان و سوزانی و جلال خداوند خانه رو مملو ساخت و کاهنان به خانه خداوند نتوانستند داخل شوند، زیرا جلال یهوه خانه خدا رو پر کرده بود. و چون تمام بنی اسرائیل که بیرون بودند آتش رو که فرو آمد می آمد و جلال خداوند در جلال خداوند که در که بر خانه می بود دیدند، روی خود را به زمین بر یا نسین یا اینجا خودت بخونیم اسم اینم اونجا تاریک هم هست از اونجا میتونیم و چون سلیمان از دعا کردن فارغ شد آتش از آسمان فرود آمده قربانی های سوختنی و زوایه را سوزانید و جلال خداوند خانه را مملو ساخت و کاهنان به خانه خداوند نتوانستند داخل شوند زیرا جلال یهوه خانه خداوند را پر کرده بود. و چون تمامی بنی اسرائیل آتش را که فرو می آمد و جلال خداوند را که بر خانه می بود دیدند، روی خود را بر زمین بر سنگ پشت نهاده و سجده نموده خداوند را حمد گفتند که او نیکوست زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. آمین. خیلی ممنون. اینجا می‌بینیم که یک جلالی آمده بود، درسته؟ قبل از این زمانی که خودشون قربانی کرده بودن یک جلالی آمده بود که کاهنان نمی‌تونستن خدمت کنن. این دفعه زمانی که خود سلیمان خودش اونجا مذبحی درست کرد و شروع کرد به دعا کردن و شفاعت کردن، زمانی که این شفاعت رو تمام کرد خداوند بعد از این با آتش این دفعه جواب داد. به این آتشی که طوری جواب داد که اینجا میگه که جلال خدا خانه خدا رو طوری پر کرده بود، دوباره کاهنان هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. عزیزان، زمانی که روح خدا میاد، زمانی که قدرت روح القدس میاد، خود خداست که شروع میکنه به کار کردن. تنها کاری که ما انجام میدیم، ما خانه رو آماده میکنیم. این آمدن جلال خدا و شکوه خدا و آتش خدا رو ما آماده میکنیم، نه با قدرت، نه با قوت، بلکه به وسیله روح خداست. درسته یا نه؟ پس من باید الان اگر واقعا در فکر این هستم که خداوند برای خودم، برای زندگی خودم میخوام واقعا آتش تو بیاد فرو بگیری از من، از من استفاده کنی، همزمانم من خداوند برای این کلیسا دعا میکنم، همزمانم برای کشوری که من زندگی میکنم، همزمانم برای جاهایی که واقعا ضروری هست، جایی که واقعا اونجا احتیاج، الان مثل ایران که وقت خواهیم گذاشت هفته آینده در موردش صحبت بکنیم و همینطور روزه بگیریم، خداوند من اونجا زانو میزنم و شروع میکنم به دعا کردن و شفاعت کردن. یا فقط این نیست که فقط ما بیایم فقط شفاعت کنیم. اگه میخواییم خدا دعای ما رو بشنوه، دعای تو رو بشنوه، مطمئن هستم همینطورم که دعا میکنی میشنوه. فقط ما باید با روش های خدا آشنا بشیم. من میتونم اینجا بیام میگم عیسی مسیح خواهش میکنم، دعا میکنم برای این کشور، برای این کشور، برای ایران، برای کلیسا، برای شید، فقط قربانی نشدم. این روش قربان، قربانی، پرستش، بعد از این شفاعت کردن، بعد از این که آتش میاد. و زمانی که اینجا در این قسمت ببینیم چیز دوم، در قسمت دوم نه این را میتونیم قطع کنیم، امروز نیست. و زمانی که دومین قسمت، که زمانی که آتش آمد، افرادی که بیرون بودن، افرادی که بیرون از کلیسا هستن، این جلال رو خواهند دید و دیدن و اونجاست که خودشون زانو تو زانو افتادن و شروع کردن پرستیدن. و همینطورم افرادی هم که به هر حال ایمان بی ایمان هستن و توی دنیا قرار می‌بینیم که الان آلمان هم که زندگی می‌کنیم، ایران هم که زندگی می‌کنیم، همه هنوز در ظلمت زندگی می‌کنن و منتظر این آتش هستن، منتظر این جلال هستن که تو یه قسمتی از این جلالی هستی.
ما باید با این دید نگاه کنیم عزیزان که در سال 2018 یک سالی میتونم بگم پر از جلال خواهد بود. فقط یک زمانی هست که باید تصمیمای خودت درست بگیری برای چی زندگی میکنیم. برای زمانی مثل امروز خدا تو رو آماده کرده. برای زمانی مثل امروز خدا تو رو از ایران آورده به آلمان. تو یک هفته گذشتم کوتاه در موردش صحبت کردم، گفتم تو یک قلم هستی در دست خدا. خدا تاریخ آخر رو به وسیله تو میخواد بنویسه. چه افتخار بزرگی است که من در یک زمان خیلی حساس زندگی میکنم. یه قسمتی باور میکنم که قبل از مردن خدا رو خواهم دید. چطور نمیدونم، فقط چون من باور میکنم من در یک زمان حساس زندگی میکنم، پس باید خودم رو با این روش هایی که الان همینطورم که میبینیم که در پادشاهان این چطور سلیمان راهاشو آماده کرده، چطور قربانگاهی ساخته، چطور شروع کرد به دعا کردن، چطور تقریبا طبق قانون هایی که اونجا گذاشته شده عمل کرده و چطور جلال خدا آمده و چطور اسرائیل بنی اسرائیل برحال این جلال رو دیدن و همینطور هم نجات پیدا کردن. زمانی که ما دعا میکنیم برای پرستش یا برای جلال یا برای خواستای خودمون، این روش رو یاد بگیریم. هر دعایی که خداوند میشنوه و تو با تمام قلبت دعا میکنی، خدا تو رو به یک مسیری هدایت میکنه، یک فضایی درست میکنه، آماده میکنه که تو این فضا با عیسی مسیح، با مرگ عیسی مسیح متحد بشی. اینطوری که با عیسی مسیح آشنا شدم، من فکر میکردم من دعا میکنم خدا بیاد اینجا یه جوری جواب میده، همه چی تبدیل میکنه، آزاد میکنه، اینطوری چیز. اوکی، آزادی هم هست زمانی که مثلا ما برای شفا دعا میکنیم، برای چیزهای مختلف دعا میکنیم، برای خدا میتونه این کار رو انجام بده، شفا میده، معجزه های انجام میده، درسته. و چیزهایی که مربوط به آتش، مربوط به جلال خداست، مربوط به بیداری هست، بدون قربانی، بدون پرستش، بدون موندن در این فضایی که خداوند هدایت کرده. و زمانی که خدای فضایی درست میکنه، یه فضایی درست میکنه، هیچی توش نیست. ما این عادت رو کردیم، زمانی که خدا فضایی درست میکنه، ما سعی میکنیم این فضا رو با فکرای خودمون پر کنیم. میدونم یه چیز حساسی الان صحبت میکنم، یه چیزی هست که واقعا یه کسانی که توش هستن شاید اینو متوجه بشن. خدا زمانی که تو رو به یه مرحله میبره که بتونه با تو اونجا صحبت کنه، همون قسمتی که الان کلالم گفته بیابون، ما رو بیابون هدایت میکنه، در فضایی هست که هیچ چیزی نیست و در این فضا ملاقاتی هست که با خدا که داریم، ملاقات صلیبه و اونجاست جای آزادی ماست. و ما سعی میکنیم در همه محیطی که اینجا هستیم کمک از افراد دیگه هم بگیریم، این فضا رو پر کنیم با فکرهای خودمون، با عقلهای خود، با عقل خودمون، با روشهای خودمون که یاد گرفتیم. اینا مطمئن هستم خدا زمانی که شما رو به یه جایی هدایت خواهد کرد، اونجا زود متوجه خواهید شد.
نمیتونم الان خیلی همه چی رو باز صحبت کنم. زمانی که خودت اونجا قرار گرفتی متوجه هستی خداست که این مکان رو برای تو درست کرده. دردناک بعضی وقت سکوت، هیچ حرفی نیست، هیچ چیزی نیست جز از این که صبر کردنه. و نگاه کن چقدر ما در این قسمت صبر ضعیف هستیم. منتظر خداوند باش، منتظر خداونده که چی میکنن؟ قدرت میگیرن. و زمانی هست که این فضا رو که خداوند آماده میکنه برای ما، سعی میکنه با ایده های خودمون، روش های خودمون، کمک های خودمون رو از برادر خواهرها کمک میگیریم، پر میکنیم. الان فضا رو خدا هدایت کرده که تک تنها باشم، صبر کنم، میگن که نور بیا اینجا، دعوت میکنم آرشم تو بیا اینجا، فویا تو هم بیا اینجا، یه مکانی هست که یکم اینجا تنها نباشم و نمیدونم چیزهای دیگه هم برای خودم آماده میکنم. و اون موقع مطمئن بعد از این مدت متوجه میشیم هیچ اتفاقی نیفتاده. این چیز رو، امتحان رو ما رد شدیم. خدا دوباره بر میگردونه. زمانی که دعا میکنی خداوند الان کجا هستی؟ تو منو اینجا آوردی، الان هی اتفاقی نیفتاده. خدا میگه که تو هستی که این زمان رو، این مکان رو با چیزای فکرای خودت پر کردی. به این خاطر اتفاقی نمیفته. بعد از این مدتی متوجه میشی که ناراضی هستی، یک ناآرامشی در تو خودت هست. بعد از این میگی خداوند دعا میکنم، خداوند خواهش میکنم، هدایت کن، کمک کن. خدا چه کاری میکنه؟ میبره تو فضای دیگه و میگه که زوکه که به تو این امکان رو دوباره میدم، دوباره اینجا صبر کنی، منتظر من باشی. و اگه اینو یاد گرفته باشیم، صبر کردن، منتظر بودن، فقط به صلیب نگاه کنیم، میگیم خدا من تو همه چی هستی، تو عدالت من هستی، اینجاست عزیزان مردن با مسیح. اینجا قربانی نمی کنی، اینجا کاری نمی کنی، کاری نمی توانی آن را انجام بدی. سکوت. اعتماد. خداوند اعتماد می کنم که تو این فضا رو آماده کردی. اعتماد میکنم من سر در نمیارم. چرا؟ نمیدونم چرا. عقل من، فکر من، احساس من به بن‌بست رسیده. تسلیم تو هستم، هیچ چیزی ندارم جز از تو. عزیزان این قربانی زنده هست. و زمانی که خدا میاد توی این مکان با تو ملاقات داره، اون موقع هست که اتوماتیک متوجه میشی از خیلی چیزا آزاد میشی. این جلالی که میاد اینجا، همینطور که این جلالی که آمد، میگه که جلال خدا آمد، هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن دیگه. خدمت تو، خدمت عملی تو، من میخوام برای خدا کارهای انجام بدم، تسلیم میشی. ما کاری نمیتونیم برای خدا انجام بدیم. چی میخوایم؟ کی هستیم که میخوایم برای خدا خدمت کنیم؟ تا خدا این قربانی های سوختنی رو در ما نبینه، به درد خدا نمیخوریم. من اینو میگم با تمام دل میگم، چون میدونم 20 سال 25 سال خدمت کردم و میدونم چقدر اکثریت با قدرت خودم سعی میکردم ملکوت خدا رو بسازم. خرابی. و خیلی خوشم میاد از اینجا میگه که کاهنان و لاویان افتاده بودن روی صورتشون، هیچ کاری نمیتونست انجام بده. جلال خدا همه رو فرو گرفته. و من فکر میکنم خدا دنبال اینه برای کلیسای ما. پنتیکاست، زمانی که روح القدس آمد، دیگه پتروس نایستاد بگه که الان من باید استراتژی های خودم رو چیز کنم. دیگه خدا شروع کرد به حرکت کردن. به این خاطر اینو مساوی میبینم به آمدن ملکوت خدا.
دعا کردم برای پادشاهی خدا. پس اول باید بگم که خدا من پادشاهی خودت بیا در قلب من، در زندگی من و به وسیله زندگی من داخل بشه به کلیسا، بعد از این از کلیسا داخل بشه به دنیا. اینطوری میاد عزیزان و مطمئن هستم، شکی ندارم، چون اعتماد به خدا دارم. خدا باید یه کاری انجام بده و من فقط میتونم بگم خدا من واقعا از من استفاده کن، من همه چی رو میخوام قربانی کنم. نه اینطوری بگم که من این کار نمی کنم اون کار نمی، نه دیگه خودم رو میخوام به تو بسپارم، دیگه خسته شدم از خودم، خسته شدم از خودم، الان بیا خدا من کمک کن، روح القدس کمک کن، هدایت کن. من میخوام این جلالی که اینجا هست، این جلالی که آمده اینجا، خدا من این آتشی که آمد همه قربانی ها رو سوخت و از بین رفت، همه چی رو برد، من نگاه میکنم این قربانی، این آتش روح القدس میاد تمام ناخالصی های منو، تمام خرابکاری های منو، تمام فکرهای اشتباهی منو، هر چیزایی که هست، این آتش از بین میبره و آزاد میکنه ما رو و منو. روش خدا به ما نشون بده، راه رفتن رو تک تکش ما باید بریم. آمین. خوب میشه الان دعا کنیم با هم. من پیشنهاد میکنم برین همین قسمت های زیادی هم توش هم بود، همین دوم تواریخ باب 5 یا اول پادشاهان باب 8، بریم بخونین داستان رو دوباره. اگه واقعا دنبال این آتش هستین، اگه واقعا میخوای زندگیتون دیگرگون بشه، پر بشه از خدا، اگه واقعا آرزو دارین جلال خدا تو رو احاطه کنه، فقط نه بیرون بلکه درون تو، بریم بخونین و شروع کنین با این دعا کردن رو. خدا نمیخواد با زور یه چیز رو قربانی کنی. خدا میگه که بدنهای خودت مثل اون قربانی زنده نزد من بیایید، آتش من، جلال من تو رو آزاد خواهد کرد. و زمانی که آزاد هستین عزیزان، دیگه نمیگین که من بودم، من گذاشتم، من چیز کردم، نه، فقط میتونی بگی که عیسی آزادم کرده، من آزاد شدم، فیض او، محبت او، جلال او، شکوه او، آتش او، هر چیزی که هست من آزاد کرده. در این راه همه ما هستیم، منم هستم. مرسی عیسی جان، مرسی که درسای عمیق به ما میبخشی. مرسی خداوند، بیشترین و زیباترین شهادت اینه که چطور کلیسای خودت، بدن خودت آزاد میشه از خودش. چقدر تو در این قسمت میایی و با جلالت میپوشونی و خداوند ما هیچ چیزی نداریم، هیچ جلالی نداریم به این دنیا نشون بدیم. بعضی وقت هست که ما سعی میکنیم جلال تو رو کپی کنیم، به این دنیا نشون بدیم عیسی تو زنده هستی. و امروز هم خوندیم خداوند این بنی اسرائیل که بیرون از هیکل بودن که هیچ چیزی ندیدن اونجا، چه اتفاقی افتاد؟ فقط این آتش تو رو دیدن، جلال تو رو دیدن. مثلا تصور کنم خداوند این ابر از تمام پنجره ها، از تمام درها همینطور بیرون می آمد، ابر حضور فعال تو. مرسی عیسی جان که کلامی هم که گفتی نه با قدرت ماست، نه با فکرهای ماست. خود ما سعی کردیم خیلی زیاد از چیزهای آزاد بشیم، خودمون رو با زور
قربانی کردیم، حتی قربانی هم کردیم، بعد از اینم شکایت کردیم، الان قربانی کردم چرا اتفاقی نیفتاده. و بعضی وقتا میسه جان با تو شرطی گذاشتیم، من این کارو میکنم، الان تو برای من این کارو انجام بده. خدا من چقدر واقعا بچه گونه هستیم فکرها. فقط مرسی عیسی جان که ما رو اونقدر جدی میگیری، اونقدر مهم هستیم که دائما با ما این راه رو میری و فضاها رو آماده میکنی. خدا من خواهش من اینه که در همه فضاهایی که تو ما رو هدایت کردی، اونجا گذاشتی، جایی که باید اینجا سکوت میکردیم، صبر میکردیم، پرستش میکردیم، دعا میکردیم، شفاعت میکردیم، به جایی شروع کردیم به غر زدن، شکایت کردن، داد زدن، بعضی وقت هم تو رو مقصر دونستیم. کجا هستی؟ چرا این کار رو انجام میدی؟ ببخش در این قسمت ها که خداوند هنوز واقعا نادان هستیم، هنوز با راه تو درست آشنا نیستیم. و از تو تشکر میکنم برای هر برکتی که به ما ندادی، که این برکت باعث میشد شد از تو هم دور بشیم. بیا روح القدس، بیا ما رو هدایت کن. الان خودت که اینجا نشستی نگاه کن که جایی که الان شاید قرار گرفتی چقدر خوبه، چقدر بده، نمیدونم، فقط نگاه کن، قبول کن که عیسی است که این فضا رو برای تو آماده کرده. و نگاه کن چقدر سعی میکنی با قدرت خودت، با صحبتهای خودت، با نقشه های خودت، این فضا رو همه چی رو طوری برای خودت یه چیزی آماده کنی که شاید تسلی بگیری یا خودت رو راضی کنی، یا کسانی که تو رو خیانت کردن یه بهانه ای داشته باشی که، یا چیزی داشته باشی که محکومش کنی، با این خودت آرام بشی. اولین قربانی که میتونی انجام بدی اینه که خداوند قبول میکنم این فضایی که من آوردی، این جایی که الان آوردی، هر چقدر دردناک سخته، میخوام از تو قبول کنم و کمکی از انسان نمیخوام، بلکه میخوام تو در اون فضا، میخوام طوری منتظر باشم که تو بیایی و میخوام فقط به صلیب تو نگاه کنم و بگم تو عدالت من هستی و باور کنم که تو فکرهای عالی برای من داری. تو فضا نگذاشتی که منو برنجونی، بلکه منو آزاد کنی. حالا نگاه کن، اولین قربانی که میتونی انجام بدی قبول کن جایی که خداوند تو رو گذاشته. و بهش بگی که خداوند بیا منو هدایت کن. من میخوام منتظر تو باشم. مرسی سجا.
در کتاب هوش هست که نوشته من تو رو به بیابون میکشم که اونجا هیچ صدایی نیست، هیچ چیزی نیست، تنهایی مطلقه. و در بیابونه که من با تو صحبت خواهم کرد و اون موقع تو بوتهای خودت رو خواهی شکوند و اون موقع تو هستی که خواهی گفت تو، فقط تنها تو، شوهر من هستی، تنها تو همه چیز من هستی، تنها تو پدر من هستی. و اون موقع است که نه با زور بلکه با شادی این تمام بت‌هایی که برای زندگی خودت درست کردی همه چی رو خواهی شکند و گاهی گفت که مقابل تو اینا هیچی هستن. احساس میکنم یه زمانی بذاریم برای دعا کردن. اگه احتیاج داری و میگی که واقعا میخوام، اگه خدا با قلب تو صحبت کرده با این کلام و میگی میخوای تصمیمی بگیری برای زندگی خودت، روش خودت و فکرهای خودت رو، شاید در این قسمت ها به جای اینکه پرستش کنی شکرگزاری کنی و شفاعت کنی، غور زدی، شکایت کردی، الان هر چیزی هست، اگه احساس میکنی احتیاج واقعا به کمک و دعا داری، بیا میتونی بیا اینجا، اینجا میتونی زانو بزنی، بیستی. من میخوام یه 5 دقیقه 6 دقیقه دستگذاری هم نمی کنم، هیچ کاری نیست، فقط احساس میکنم یه زمان فضایی هست که خدا درست کرده برای دعا کردن. میتونی اونجا هم بشینی دعا، در دعا باشی، فقط اگه احساس میکنی من باید بیام جلو، من باید بیام اینجا جلو زانو بزنم.